خب مرحله بعدی یعنی مرحله سوم تشکیل مجمع عمومی مؤسسه یعنی دعوت شدن پذیر نویسا برای شرکت در جلسه و جلسه شروع میشه حالا این مجمع عمومی مؤسس در مورد چه چیزایی تصمیم میگیره صلاحیت در واقع مجمع عمومی مؤسس چیه اینو قانونگذار تو ماده 74 پیش بینی کرده کارهایی که توی مجمع عمومی مؤسس انجام میشه در واقع تصمیماتی که توی این مجمع اتخاذ میشه اول اینکه رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیر نویسی کلیه سهام شرکت و تعدیه مبالغ لازم یعنی اینکه باید بیاد مجمع عمومی مؤسس یک گزارشی که مؤسسین تنظیم میکنن از اینکه حالا از زمان شروع به کارشون تا خود تشکیل مجمع عمومی مؤسس چه اقداماتی انجام دادن رو در قالب یه گزارش ارائه میکنن و این گزارش رو مجمع عمومی مؤسس باید تصویب کنن چون اینا شرط تشکیل شرکت ها. اگر مجمع عموم مؤسس گزارش رو تصویب نکنه نوبت به تشکیل شرکت نمیرسه و همچنین احراز پذیر کلیه سهام شرکت و تعدیه مبالغ لازم یعنی خب توی طرح اعلامه پذیر پیشبینی پیش بینی میشه که مثلا ما میخوایم شرکتی تاسیس بکنیم با این میزان سرمایه این میزانش رو مؤسسین پرداخت میکنن بقیهش رو پذیر نویس ها در فرایند پذیر نویسی تأمین می کنند اینجا باید بررسی بشه تو مجمع عمومی مؤسس که اون میزانی که پیش بینی شده در اساسنامه تأمین شده یا نه چون شرط تشکیل شرکت اینه که اون میزان تأمین شده باشه اون میزانی که پیش بینی شده تأمین شده باشه مورد بعدی تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن گفتیم که یکی از کارهایی که مؤسسین باید انجام بدن اینه که طرح اساسنامه تنظیم بکنن اون طرح اساسنامه باید بیاد توی مجمع عمومی مؤسس تصویب بشه خب یکی از بحثایی که هلوهوش همین بند مطرح شده بین حقوقدانا اینه که این تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن آیا مجمع عمومی مؤسس میتونه تر اساسنامه رو اصلاح بکنه یا نه چون ماده 83 که در ادامه هم بهش میرسیم میگه اصلاح اساسنامه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوقلاده است خب اگر در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوقلاده است پس چرا بند دو گفته در صورت لزوم اصلاح آن؟ نظرات مختلفی مطرح شده بعضی میگن که استثناء این مورد رو مجمع عمومی مؤسس میتونه اصلاح بکنه بعضی ها میگن که اصلاح منظور این نیست که بیاد مثلا یک بندی رو کلا تغییر بده و یه بند جدیدی جاش بیاره منظور از اصلاح اصلاح عبارتیه جایی که عبارت نامفهومه میتونن اصلاح بکنن جایی که در واقع اصلاح غلط املایی وجود داشته باشه غلط تایپی وجود داشته باشه یعنی در واقع این بعضی عقیدهشون اینه که این اصلاحی که در ماده 74 اومده اصلاح شکلیه اصلاح ماهیتی نیست یعنی مفاد بندها رو نمیتونن تغییر بدن اما نظری که منطقی تر بین نظرهای مطرح شده اینه که اصلا مجمع عمومی مؤسس اساسنامه رو اصلاح نمی کنه اگر با دقت بند رو نگاه کنی بند میگه تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن آن یعنی چی طرح اساسنامه نگفته اصلاح اساسنامه گفته طرح اساسنامه این یه پیشنهاده این توی مجمع عمومی مؤسس مورد شور قرار میگیره ممکنه بخوان مؤسسین یکی از بندهاشو تغییر بدن خب در این صورت میتونن تغییر بدن تغییر بدن و تصویبش کنن از زمانی که مجمع عمومی مؤسس طرح اساسنامه رو تصویب بکنه تبدیل میشه به اساسنامه تا زمانی که مجمع عمومی مؤسس طرح اساسنامه رو تصویب نکرده هنوز ما اساسنامه نداریم وقتی تصویب شد این طرح اساسنامه تبدیل می شود به اساسنامه و وقتی تبدیل شد به اساسنامه از این به بعد دیگه فقط مجمع عمومی فوق العاده که میتونه تغییرش بده یعنی مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی دیگه نمیتونن دخالتی در اساسنامه داشته باشن خب وظیفه بعدی مجمع عمومی مؤسس انتخاب مدیران و بازرسان شرکته. اولین مدیران و بازرسای شرکت توی مجمع عمومی مؤسس تعیین میشه. خب تا مرحله ای که مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشده، هنوز ما شرکتی نداریم که مدیری داشته باشه. بنابراین اولین بار یک جایی باید ما مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت رو تعیین بکنیم. اولین بار توی مجمع عمومی مؤسس این اتفاق میفته مجمع عمومی مؤسس میاد مدیران رو انتخاب میکنه اشخاصی که دوست دارن به عنوان مدیر انتخاب بشن میان کاندیدا میشن توی اون مجمع رای میشه کسی که رای بیشتری رو آورده باشه میشه مدیر شرکت سهامی عام اما نکته ای که در مورد این بند وجود داره اینه که مجمع عمومی مؤسس فقط انتخاب میکنه اولین مدیران و بازرسان رو و نمیتونه ازل بکنه چرا نمیتونه ازل بکنه؟ چون مجمع عمومی مؤسس وقتی تشکیل شد این تصمیماتی رو که داریم میگیم گرفت کارش تموم میشه یعنی بعد از اینکه شرکت تشکیل میشه ما دیگه هیچ وقت مجمع عمومی مؤسس نخواهیم داشت بنابراین فقط میتونه مجمع عمومی مؤسس میتونه مدیران و بازرسان رو انتخاب بکنه و وقتی انتخاب کرد و بقیه وظایفش رو هم انجام داد ما دیگه هیچ وقت توی شرکت سهامی عام مجمع عمومی مؤسس نخواهیم داشت خب پس ازل بر عهده مجمع مؤسس نیست ازل مدیران و انتخاب های بعدی مدیران در صلاحیت مجمع عمومی عادیه که بهش میرسیم و در موردش صحبت میکنیم وظیفه بعدی که ماده 74 پیش بینی کرده تعیین روزنامه کسی رو انتشاره مجمع عمومی مؤسس باید روزنامه تعیین بکنه ما قبلا گفتیم که پل ارتباطی بین مؤسسین و سهامداران روزنامه است که در طرح اعلامیه پذیر نویسی اعلام میشه معرفی میشه خب اونجا اومدیم یک بار از طریق اون روزنامه آگهی منتشر کردیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل شد و حالا فرض میکنیم شرکت تشکیل شد ما از این به بعد خواهیم ارتباط برقرار کنیم با سهامدارا باید چی کار بکنیم یعنی پس از اینکه مجمع عمومی و مؤسس وظایفش رو انجام داد تموم شد شرکت تشکیل شد ما از این به بعد مثلا میخوایم مجمع عمومی عادی رو دعوت کنیم مجمع عمومی فوق‌العاده رو دعوت کنیم از این به بعد چه جوری باید دعوت کنیم از این به بعد بر اساس روزنامه ای دعوت می شود که مجمع عمومی مؤسس تعیین کرده پس یکی از وظایف مجمع عمومی مؤسس تعیین یک روزنامه ای کسی رو انتشار به عنوان در واقع پل ارتباطی بین شرکت و سهامدارانه خب ماده هفتاد و چهار میاد این موارد رو به عنوان صلاحیت وظایف در واقع مجمع عمومی مؤسس پیش بینی میکنه اما همه وظایف مجمع عمومی مؤسس این نیست مجمع عمومی مؤسس دو تا وظیفه دیگه هم داره که در ادامه قانونگذار میاد در موردشون بحث میکنه یکی از وظایف مجمع عمومی مؤسس اینه که بیاد در مورد آورده غیر نقد تصمیم گیری بکنه قبلا گفتیم که مؤسسین میتونن آورده غیر نقد داشته باشن یعنی یه مؤسسی میتونه بیاد بگه که من خودروی خودم رو به عنوان آورده وارد شرکت میکنم پول نقد ندارم خودرو میذارم خب باید چی کار بکنه؟ باید بره نظر کارشناس رو بگیره کارشناس رسمی باید بیاد ارزیابی بکنه بگه که این خودرو چقدر ارزش داره عرض... که مطابق با اون ارزش به این شخص سهم بدن توی شرکت سهامی حالا رفته گزارش کارشناس رو کارشناس رسمی رو گرفته کارشناس رسمی ارزیابی قیمت کرده حالا این ارزیابی قیمت باید بیا توی مجمع عمومی مؤسس تصویب بشه مجمع عمومی مؤسس ممکنه بگه من اصلا آورده غیر نفر رو قبول ندارم اینجا چه اتفاقی میفته